و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اگر حکم کنید حکم به عدالت کنید. در بعضی از روایت دارد که وقتی حاکم حکم به عدالت نکند عرش خدا میلرزه، یعنی زیربنای هستی متزلزله. عرش یعنی زیربنا، اگر به اصطلاح موضی به کار ببریم، عدالت شوخی که نیست که ای عدل. این عبارت نمجا ماره یکی از بزرگان، ای عدالت اگر بنا شود که بگویی در صفات عالی خداوندی بعد از صفات او چه حقیقتی کرسی عظمت را زیر خود دارد، میگوییم توی ای داد و دادگری. دادگری هم زده به هم، عدالت هم زده به هم. عرض میکنم نمیخوان بفهمن این حسین مالی شیعه نیست، فقط این حسین مال فقط شیعه و سنی مسلمان ها نیست، والله مال بشریته. اگر حواست بذارید میخواید بذارید وسط بحث کنید، اینا درسش قرار بدید، بشر بیدار بشه. شما با بیدارها سر و کار داشت باشید بهتر از تخدیر شده هاست. بذارید انسان ها بیدار بشن و با انسان های بیدار ای گردانندگان دنیا، وجدان یک انسان هوشیار به تو تسلیم شود خیلی بارت از این است که وجدان یک انسان بیچاره نفهم جاهل. تو به انسان ها حکومت کن، تو به انسان هایی که به حد کمال رسیدن آقایی کن. چند تا موش جیرو و گربه معلومه حالش چیه، چند تا آهو جیرو و یک شیر معلومه، این منطقش خیلی روشن. چیزی نیست که شما انسان ایجاد کنید ببینید چه عظمتی خواهید داشت خود شما.